من ابیاتی از نینامه رو براتون بخونم، در واقع به نام خدای مثنوی، سه به نام خدای شگفت‌انگیزی، منظومه های شعر کهن ما اومن با یه تحمیدیه آغاز میشن، یعنی شاعر به زبان اون مجموعه به نام خدا میگه. حالا اگه سعدی باشه در بوستان میگه به نام خدا، خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. فردوسی باشه میگه به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نظامی تو پنج گنجش هر کدوم یه جور شروع میکنه که دیگه آشنا هستید. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، که لیلی و مجنونش اینجوری آغاز میشه. و هر منظومه عطار توی منطق الطیر میگه آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. اما مولانا به نام خدا نداره، یه تمثیلی از نی بیان میکنه، اون نیی که شکر ازش میگیرن، در نیستان میروید. نی رو از نیستان جدا کردند و باش ساز درست کردند و این ناله جانسوزی که همواره از نی میشنویم در واقع حکایت این دوری از نیستان است و خیلی راحت تمثیلی میشه از بشر که از محضر الهی دور شده. و به نظر من یکی از دقیق ترین نظریه پردازی ها درباره موسیقی است، چون غیر از بیت اول که اعلام میکنه که صدای نی رو بشنو، باقی ابیات از زبان نی گفته میشه و چقدر ظریف و دقیق یک ساز داره مبانی موسیقی، مبانی هنر رو با ما بیان میکنه. چند بیتش رو براتون بخونم اگر فرصت شد، که دوستان اجازه دادن من توضیحاتی هم گاهی درباره این ابیات خدمتون عرض کنم. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. یه توضیح بدم اینجا، بعضی نسخه ها از نفیرم رو زدن در نفیرم و من همیشه شگفت انگیزه در نسخه شناسی متون قدیم آدم با خودش تحلیل میکنه، میگه خب از بهتره یا در بهتره، به این دلیل این متخصص گفته از بذارم، به دلیل دیگری مصحح دیگری گفته در بذارم. من در تنها بحث نسخه شناسی که تو ادبیات ما هست واقعا در بین از و در موندم و فکر میکنم که هر دو مورد نظره، یعنی ما اینا رو جدا نکنیم، با هم در نظر بگیریم. چون نی میگه از وقتی منو از نیستان بریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، یعنی من هرچه ساز زدم، موسیقی اجرا کردم، مخاطبان من احساساتی شدن و بیان احساس کردن با موسیقی من. ما وقتی میگیم در نفیرم، صحبت نوازندگان نیه، یعنی من به عنوان نی در دست کسانی قرار گرفتم که با من ساز زدن و دردهاشون رو، نالهاشون رو با من بیان کردن. ببینید، هم از فوق‌العاده دقیقه، هم در. از نفیرم مرد و زن نالیدند، این مرد و زن مخاطبان موسیقی هستن. در نفیرم مرد و زن نالیدند، این مرد و زن روایتگران و نوازندگان هستن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند.
محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. خب تا اینجاش که و سلام میگه، نینامه مشهور ابیاتی هم در ادامه داره که توی این نینامه در بعضی نسخ قرار نمیگیره. میگن اون 17 یا 19 بیت نخستین نینامه اولین ابیات مثنوی است و تنها ابیات مثنوی است که مولانا نوشته است، نشسته و این ابیات رو خلق کرده آگاهانه در اون لحظه با شعور و البته انگیخته هنری، و در جواب اصرار همه روزه و مداوم شاگردانش که خب حسام الدین چلبی از شاگردان ویژه او بود که میگفتن استاد پیر ما مرشد ما حرفاتو ثبت کن، مکتوب کن که برای آیندگان هم بمونه و شاگردان بتونه بهش مراجعه کنن، مولانا بالاخره این 17 یا 19 بیت رو نوشت و به چلبی داد، به شاگردش گفت این آغاز مثنوی، ادامش رو بعد از این در کلاس ها در دیدار ها خواهم گفت. و آنچنان که مشهور است بقیه مثنوی رو چلبی مثل یک دانشجوی خوب جزوه برداری کرده و این کلام مولانا نوشته به زبان ساده. این امر پیچیده و شگفت این گونه اتفاق افتاد که تمام 6 دفتر مثنوی که میبینید چه حجمی داره این کتاب، 6 دفتر مثنوی کلام موزون مولاناست که فلبداهه ارتجالی با ذهنی که درگیر موضوعات بوده و کلامی که میخواسته تفسیر قرآن بکنه، مبانی عرفانی بگه، در موضوعات مختلف که پیش می آمده سخن بگه و قصه بابتش تعریف کرده، همه به این شکل در جا اتفاق افتاده و شاگردانش که بیشتر از همه چلبی این کارو میکرده نوشتن در جا. و این خودش در تاریخ ادبیات جهان شگفت انگیزه که سر فرصت با آزمون و خطا، با اینکه خط بزنه اصلاح کنه دوباره بگه، اتفاق نیفتاده. همین که میگفته به زبانش میامده مینوشتن. و این تمثیل نی و نیستان و بعد بحث عشق بعد از این پیش میاد یکی از دقیق ترین مقولاتی است که در ادبیات جهان درباره هنر میشه جستجو کرد. یه وقتی حتما من بیت به بیت دربارش صحبت خواهم کرد. بعدم هر مقوله‌ای که پیش میاد، مثلا همین ابتدا از عشق سخن میگه، یک حکایت تعریف میکنه که مصداقی باشه برای سخنی که میگه. خود حکایت زوایای مختلف داره که هر کدوم رو مولانا پیش میبره، تفسیر میکنه، تحلیل میکنه، توضیح میده و مثل یک معلم کارکشته به مناسبت هر کلمه یا هر موضوعی ممکنه حکایت جدیدی بگه، از حکایت اصلی خارج بشه، بعد باز برگرده. یک حالت شناور و سیالی داره که فوق العاده هم پربار از جهت معنایی، هم بسیار لذت بخش از جهت ادبی.